اگر رأس سهمی Y مساوی 2X2 منهای MX به اضافه 2 و Y مساوی 3X2 منهای MX به علاوه 3 در یک ناحیه از محورهای مختصات باشند، M چند مقدار صحیح را نمیتواند اختیار کند. بچه ها دقت کنین، من بیام رأس سهمی اینه پیدا کنم Xش رو، منفی B به روی 2A میشه M چهارم. مال یکی هم اگه پیدا کنم Xش رو میشه M به روی 6. میبینی؟ این دوتا هم علامتن، ایکساشون هم علامته، کافی ارزاشون هم هم علامت باشن که تو یه ناحیه قرار بگیره. ایگرگ یک میام به جای ایکسش میذارم ام چهارم، ام چهارم به توان دو میشه ام دو شونزدهم، ضرب در دو میشه ام دو هشتم، منهای ام ضرب در ام میشه ام دو چهارم، اینم به اضافه دو. خب یه مخرج مشترک بگیریم اینجا هشت، این میشه ام دو منهای دو ام دو میشه منفی ام دو، اینم به اضافه هشت ام. درست شد بچه ها؟ باخت به اضافه 4. حالا تو ایگرگ دو عرضش دارم پیدا میکنم، میخوام به جاش بزنم ام شیشم، ام شیشم به توان دو میشه ام دو سی و شیشم، ضرب در سه بشه میشه ام دو دوازده هم، منهای ام ضرب در ام میشه ام دو شیشم، اینم به اضافه 3. یه مخرج مشترک بگیریم، این دوازده، این میشه ام دو منهای دو ام دو، دوباره میشه منفی ام دو، این هم میشه مثبت سی و شیش. حالا میخوام این دوتا هم هم علامت باشن، یعنی ایگرگ یک ضرب در ایگرگ دو باید مثبت بشه. خب این دوتا رو وقتی میخوای تو هم ضرب کنی مثبت بشه، باید جدول تعیین علامت براش بکشی. خب ریشه بالا چنده؟ مثبت و منفی چهار، این مال اینه. پایینیه چنده؟ مثبت و منفی 6. پس این میشه منفی 6، این میشه منفی 4، بعد میشه مثبت 4، بعد هم میشه 6. بیا اینجا رو مثلا میذارم صورت، اینجا رو میذارم چی؟ مخرج. آقا ریشه های صورت کدومه؟ مثبت و منفی 4. مال مخرج کدومه؟ مثبت و منفی 6. بین دو ریشه مخالف، این میشه مثبت منها 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 منها، بین دو تا ریشه دوباره میشه مخالف منفی، این میشه مثبت منها مثبت منها مثبت. درست شد؟ حالا مثبت ها کجاست؟ اینجاست، اینه اینه و اینه. قبوله؟ شما من بگو ببینم چند مقدار صحیح را نمیتواند قبول بکند. پس میشه از منفی بی نهایت تا منفی 6 باز، یکیش منفی 6 که نمیتونه قبول بکنه، اون یکی میشه از منفی 4 تا مثبت 4 دوباره جفتش بازه، از 6 تا مثبت بی نهایت اونم 6 هم چون بازه دوباره نمیتونه قبول کنه. چند تا عدد شده بچه اینجا که نمیتونه قبول بکنه؟ 4 تا. پس پاسخ گزینه شماره 2 خواهد بود.